سلام، من هانیم و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. داستانی که امروز میخوام براتون شروع کنم و مطمئنم قبلا حداقل یک بار در موردش شنیدید. اما چرا این پرونده؟ این پرونده امروز که اتفاقا مبحث آدمخواری هم هستش، در تضاد با پرونده ساگاواست و خب به نظر من خیلی جالبه و دوست داشتم که این دو تا پرونده پشت سر هم باشه. بنابراین بیشتر از این حرف نمیزنم، بریم شروع کنیم. آرمین مایوه سومین فرزند خانواده بود. مادرش قبلا ازدواج کرده بود و دو تا پسر داشت و آرمین پسر سومش بود. البته پدرش 19 سال از مادرش کوچکتر بود و آرمین فرزند اولش می شد. خانواده آرمین توی دهکده یه خونه بزرگ قدیمی که 36 تا اتاق داشت رو خریدن. مردم این دهکده حدوداً 25 نفر جمعیت داشتن. خب مردم این منطقه در مورد این خونه اصلا حرفای خوبی نمی زدن و می گفتن که این خونه خونه ارواحه. با این وجود خانواده آرمین خونه رو ترمیمش کردن و تونستن که توش زندگی کنن. خانواده تشکیل شده بود اما پدر مادر آرمین رابطه خیلی خوبی با هم دیگه نداشتن و حتی خود آرمین بارها گفته بود که پدرش هیچ علاقه‌ای بهش نداشته و بسیار سختگیر بوده. تا اینکه وقتی آرمین 8 ساله میشه پدرش خونه رو برای همیشه ترک میکنه و بعدش هم نه تماسی میگیره، نه زنگی میزنه و نه اصلا خبری از پسرش میگیره. دو تا برادرای بزرگتر آرمین هم، یعنی برادرای ناتنیش، همین که به 18 سالگی میرسن خونه رو ترک میکنن و آرمین میمونه با مادر مستبد و سختگیرش، کسی که بسیار رابطه بدی با آرمین داشت و بسیار سختگیری میکرده، اصلا به حرفاش گوش نمیداده، بهش اهمیت نمیداده و بیشتر وقتا آرمین برای خودش یک شخصیت خیالی درست کرده بود به اسم فرانکی که اسم یکی از پسرهای توی مدرسه بود که خیلی دوست داشت باهاش دوست باشه ولی هیچ وقت نتونسته بود. با این شخصیت خیالی همیشه حرف میزد و خودش میگه که این شخصیت تنها کسی بود که به حرفای من گوش میداد و بیشتر وقتش رو پشت شیشه های مغازه قصابی میگذرون، وای میستاد و ساعتها تکه کردن گوشت رو میدید. به این کار علاقه داشت و مدام کتاب رابینسون کروزو رو میخونده، کتابی که در مورد آدمخواریه که گیر یه قبیله آدمخوار میافتن و داستان به این شکل بوده و همچنین وسواس خیلی شدیدی داشته رو کتاب هانسل و گرتل، مخصوصا قسمتی که اون جادوگر هانسل رو چاق میکرده که بعد بکشتش و از گوشتش بخوره. آرمین حدوداً 12 ساله بود که شروع کرد به خیال پردازی در مورد خوردن دوستاش. اون میخواست که با این کار دوستاش همیشه پیشش باشن و اونها رو کنار خودش نگه داره. گفته شده که آرمین در دوران مدرسه خیلی شاگرد خوب و زرنگی بوده، مخصوصا در درس ریاضیات بسیار قوی بوده، ولی وقتش رو نداشت که با دوستاش بازی کنه بعد از مدرسه، وقتش رو نداشت که بچگی کنه. اون به محض اینکه از مدرسه تعطیل میشد تا میومد خونه باید ظرف‌ها و لباس‌ها رو میشست، پنجره‌ها رو تمیز میکرد، خونه رو تمیز میکرد، به حیوانا غذا میداد و کسایی که با مادرش در ارتباط بودن میگفتن که مادر آرمین آدم نرمالی نبوده، لباسهای قرون وسطایی میپوشیده تو اون دوران و آرمین رو هم مجبور میکرده این کارو بکنه. آره و اصلا تصور میکرده چون تو اون خونه به اون بزرگی زندگی میکرده و یه خونه 36 خوابه داره، خودش خانوم خونه است و پسرش نوکرشه. یعنی دقیقاً خود آرمین میگه همین تفکرو داشت در مورد این که خونه بزرگی هم که داشته احتمالاً کلاً زده بوده به سرش هم دیگه، فکر کنم دو تا آدم تنها تو خونه اون بزرگی. آره دیگه، اینم میشه گفت. در سال 1981 زمانی که آرمین 20 سالش بود به ارتش پیوست و خب 12 سال اونجا بود. کسایی که باهاش هم خدمت بودن میگفتن که ما هیچ بدی از آرمین ندیدیم، هیچ وقت ندیدیم که کار بدی انجام بده، ولی خب بعد از 12 سال تصمیم گرفت که از ارتش بیاد بیرون و به عنوان تکنسین کامپیوتر در یک شرکت کامپیوتری مشغول به کار بشه.
یعنی الان آرمی 32 سالش بود و اینکه هنوزم پیش مادری زندگی میکرد و ازدواجم نکرده بود. آره دقیقا نکته جالبش همینه، یعنی آرمین بعد از اینکه 12 سالم از خونه دور بود دوباره برگشت به همون خونه که مادرش بود و دوباره میتونست اونو تحت سلطه خودش بگیره و برای من خیلی عجیبه که چجوری آدم ها دوباره به شکنجهگرشون بر میکردن. یعنی عادت کرده دقیقا تا اون زمان که توی ارتش بود ارتش کنترلش میکرد، الان دوباره برگشته پیش مادرش. کسی به آرمی شک نمی کرد، به رفتارها شک نمی کرد. زندگیش دو رویه داشت، یه رویش اینجوری بود که مسافرت می رفت، مهمونی می رفت، کارهایی که آدم های عادی انجام می دن رو انجام می داد، مثلا به همسایش کمک می کرد که چمنهاشو کوتاه کنه، تعمیرات براشون انجام می داد. ولی یه زندگی دیگه هم داشت، اونم این بود که مثلا می اومد تمام فیلم ها، تمام کتاب هایی که مربوط به آدم خاریه رو نگاه می کرد، می خوند، براش جالب بود. و یا اینکه می رفت عروسک می خرید، می آورد توی خونه تکه تکش می کرد و قایمش می کرد توی صندوقچه داشت که مادرش نبینه. یعنی شبیه سازی آدم خاری و آدم تیکه کردن آدم. من اصلا نمیدونم آره واقعا باش چه لذتی داشته که همچین کاری میکرده. عکس پیدا میکرد، عکس از بدن آدم پیدا میکرد، تیکه تیکه میکرد. و اصلا یه چیز عجیب تری که من در مورد شنیدم این بود که دوربین کار میذاشته، از خودش فیلم برداری میکرده و قسمت‌های مختلف بدنش رو برش می‌داده که ببینه اینها رو. و یا اینکه می‌رفته جلوی آینه وای می‌ساده و روی سرش سس می‌ریخته. خیلی کار جالبی. در سال 1999 مادر آرمین بر اثر سکته قلبی فوت کرد و سرطان هم داشته بود و مدت‌ها بود که زمینگیر بود. ولی بعد از مرگ مادرش زندگی آرمین تغییر کرد، انگار که دیگه هیچ کس نبود که کنترلش کنه، اصلا انگار رها شد. اون ساعتها وقت خودش رو میذاشت که توی اینترنت بگرده و با آدمهای مختلف آشنا بشه. اون توی اینترنت متوجه شد که چتروم‌هایی وجود داره که مخصوص آدمهاییه که دوست دارن آدم بخورن یا خورده بشن، کسایی که دوست دارن شکنجه بشن، کباب بشن، یا اینکه به سرشون با چکش ضربه بخوره. و آرمین براش جالب بود که داره یه سری آدم پیدا میکنه که عین خودشن، یعنی اون چیزیه که اون میخواد. آره اون داره، نام داره. آره ولی اومد یه کار عجیب کرد، اونم این بود که یه آگهی تبلیغاتی گذاشت که توش نوشت که من دنبال یه آدمی میگردم که یه مرد جوان میگردم از 18 تا 25 سال خوش اندام باشه، سالم باشه و زیاد چاق یا عضله‌ای نباشه، نرمال میشه برای این که بخورمش. با افراد زیادی حرف زد، میگن با حدود 400 نفر صحبت کرده، اما همه این افرادی که توی این چتروما بودن صرفا فقط یه فانتزی داشتن، تصوراتشون یه چیزی بوده که آره اونم برای که دست نیافتنیه، برای این که هنجاره توی جامعه، برای همین فانتزیشون بوده. و خب آرمین نه، واقعی بود، دوست داشت اینو به واقعیت تبدیل کنه. و بالاخره اتفاقا یه نفر رو هم پیدا کرد که به اسم خوزه، بردش و توی اتاق شکنجهی که خود آرمین درست کرده بود و ضد صدا هم کرده بود این اتاق شکنجه رو، برد که اونجا این آدم رو تکه تکه کنه و بخوره. ولی این آقا در لحظه آخر پشیمون شد و خب آرمین هم اجازه داد بره. و این بر من جالب بود که مثلا برخلاف ساگاوا که زد رنه رو کشت، ولی مثلا آرمین میخواست که یه نفر باشه که خودش هم بخواد که خورده بشه. یعنی خیلی از حتی قاتلا و اینا هم هستن که یعنی کسی رو میخوام بکشن، یعنی اگه مثلا تقلا کنی بگی منو نکش همه میکشن، یعنی ولی این کارو نکرد. این کارو نکرد و این جالب بود. براندز یک مهندس میکرو الکترونیک 36 ساله دو جنسیتی بود. اون در ماه مارس به آرمین پیام داد و براش نوشت که من بهتون اجازه میدم که از بدن زنده من یه تیکه رو در بیارید و بخورید، شامتون حاضره، بفرمایید و بخورید. اون گفت که من 175 قدمه، 72 کیلو وزنمه، کاملا سالمم، ولی من امیدوارم که شما مثل این بقیه این آدم خورا نباشین که تا خون و خون ریزی میبینن فرار میکنن. توی تصمیمتون کاملا
جدی باشین. و خب آرمین هم کاملا استقبال کرد و با هم ایمیل های زیادی رد و بدل کردن، با هم صحبت کردن در مورد اینکه کدوم قسمت بدن رو جدا کنن و با هم دیگه بخورن. و حتی براندس پیشنهاد داد که از جمجمه سرش به عنوان زیر سیگاری استفاده کنه. یعنی هیچیش دورریز می‌خواستن نداشته باشه. هیچیش، کاملا دورریز نداشته باشه و اینکه دندوناش رو کامل از بین ببره. تنها شرطی که براندس گذاشت گفت که تو باید از تمام پروسه فیلم بگیری که بعداً برای خود دردسر نشه. یعنی اینقدر یارو مغزش کار میکرده و خلاصه قبول کردن. براندس خیلی خوشحال بود از این مسئله که داره به آرزوش میرسه و داره خورده میشه و ظاهرا قبل از این که اصلا این داستانها پیش بیاد اون یه مهندس کاملا عادی بوده، دوست دختر داشته، با دوست دخترش رابطه بسیار خوبی داشته، ولی بعد از مدتی به دوست دخترش میگه که من دو جنسه هستم و تمایل زیادی به پسرها دارم. برای همین هم از دوست دخترش جدا میشه و مدت طولانی تحت نظر روان پزشک بوده و خب دکترها گفته بودن که بیماری خود تخریبی شدیدی داره. یعنی خیلی علاقه داره که خودشو نابود کنه، خودشو از بین ببره. براندس با آرمین یه قرار ملاقاتی گذاشتن در 9 مارس و قرار شد که 9 مارس همدیگر رو ببینن و براندس اومد تمام وسیله های خونش رو فرو، خونش رو به صاب خونش برگردون. واسه هیچ راه برگشت جایی کسی نده تشخیص بده چی کار کرده، اصلا دقیقا میخواست هیچ کس دنبالش نگرده. حتی میگن هارد کامپیوترش رو کامل از بین برده که نتونن به پیامهاش دست رد. اگه کسی اومد دنبالش نتونن پیامهاش ببینن، ندونن کجاست. و یه دونه بلیت بدون برگشت گرفت که بره پیش آرمین. و قبل از اینکه همدیگر رو ببینن، شاید براتون جالب باشه که بگم حتی چیزی نخورد که روده‌هاش تمیز باشه، کارش راحت بشه آرمین، که کار آرمین راحت باشه و اذیت نشه آرمین موقع تمیز کردن جسدش. بعد از اینکه آرمین و برندز همدیگر رو ملاقات کردن، به خونه آرمین رفتن و رفتن توی اتاق شکنجه آرمین. اونجا تا بعد از اون نشستن در مورد چیزهای مختلف با هم دیگه حرف زدن، به عنوان متخصص کامپیوتر قهوه نوشیدن، سیگار کشیدن و بعد براندس پشیمون شد، گفت که من نمیخوام ادامه بدم، فکر میکنم که نتونم درد رو تحمل کنم، میخوام برگردم برم برلین. و آرمین مثل همیشه قبول کرد، گفت که باشه برات میگردونم. و زمانی که میخواست رفت که بره سوار قطار بشه پشیمون شد. به آرمین گفت که اگر قرص مسکن و مشروب مصرف کنم احتمالاً بتونم دووم بیارم. و بعد برگشتن خونه، حدوداً 20 تا قرص مسکن و نصف شیشه مشروب رو براندس خوردش و اینها تا چند ساعت با همدیگه سکس کردن و رابطه جنسی برقرار کردن. بعدش خود براندس از تخت میاد بیرون و میگه که الان وقتشه، بیا آلت تناسلی من رو قطع کن تا با همدیگه بخوریمش. و اولش براندز از آرمین میخواد که گاز بگیرتش و با گاز اونو بکنه، ولی آرمین قبول نمیکنه، میگه که نمیتونم با دندون. من میخواستم در مورد مثلا یه خوراکی، در مورد یه مثلا بیسکویت چیزی صحبت کنم، ولی آرمین قبول نمیکنه، میگه که نه من این کارو نمیکنم. میره یه چاقوی آشپزخونه بیاره، میبینه که با چاقوی آشپزخونه نمیتونه قطعش کنه، میره چاقوی تیزتر میاره. بعد از اینکه با چاقو قطع میکنه آلت تناسلی رو، میگه در تا حدود 20 ثانیه اول براندس داد میزده از خوشحالی و هیجان زده بوده از اینکه خون میدیده و میگفته که خیلی حس خوبی دارم که دارم درد میکشم. ولی بعد از چند دقیقه دردش یکو تموم میشه و براندس اظهار این میکنه که چقدر بد، چقدر که داره دردم تموم میشه. و جالبش اینه واسه درد میکشم و جالبش اینه که تمام این صحنه ها با دوربین ضبط شده و الان دست پلیس آلمان این صحنه ها. بعد از اینکه آلت تناسلی رو قطع میکنه، آرمین میگه که میبرم سرخش میکنم، دو تکش میکنه و با پودر سیر و فلفل و نمک سرخش میکنه، ولی اینقدر سرخ نمیکنه که بپزه.
بعد براندس تیکه خودش رو میخوره و میگه که ظاهرا جویدنی نیست، نمیشه خوردش و حالش بده به خاطر اینکه نمیتونسته بخوره. به خدا من برای خنده ها ببخشید، این آدم ها خیلی عجیبن، یعنی مثلا نمیتونم باور کنم که اینا واقعیت داره. و خلاصه بعد از این که میبینن که نمیتونن بخورن پشیمون میشن. براندز از آرمین خواهش میکنه که اونو برای داخل یه وان آب گرم بذارتش تا خون ریزی کنه و بمیره، و آرمین هم کاملا گوش میداده، یعنی هر کاری کنی همه صوتگری رو همه داشته، تخصصشه، هر کی هرچی بگه گوش میکنه. میذارتش توی وان و خودش هم میره تو اتاق خوابش میشینه کتاب میخونه. یه 3 ساعت طول میکشه و خب میگه که خب شاید دیگه مرده باشه براندز، ولی خب صدا میاد از تو همون. وقتی میره میبینه که براندز خودش رو از توی وان انداخته روی زمین، آرمین هم بغلش میکنه و میارتش توی تخت خواب میذاردش و براندز ازش خواهش میکنه که اجازه نده طلوع صبح رو ببینه اگر خودش نمرد. در لحظه های آخر ظاهرا براندز بیهوش بوده. آرمین چاقو رو بر میداره، لبهای براندز رو میبوسه و خودش میگه که من داشتم دعا میکردم، نمیدونستم باید به درگاه شیطان دعا کنم، به درگاه خدا دعا کنم، به کجا دعا کنم، ولی خب من باید این کار رو میکردم. خودش میخواست و چاقو رو به گردنش میزنه و براندز میمیره. و اون حسی که داشته میگه حس شوق داشتم، عصبانی بودم، خوشحال بودم، نمیفهمیدم چه حسی دارم. از یه طرف از براندز متنفر بودم به خاطر اینکه اینجا اومده بود، از یه طرف خوشحال بودم برای اینکه میتونستم به بدنش، به جسدش تسلط کامل داشته باشم. آرمین گفته که از اینکه پروسه کشتن و تکه تکه کردن براندز خیلی طول کشیده خیلی ناراحت بوده، ولی به جاش خوشحال بوده که هم براندز و هم خودش به آرزوشون رسیدن. و یکی دو تا عکس هم هست که من ترجیح میدم اصلا اینجا نذارمش، با اینکه عکس‌ها کیفیت آنچنانی نداره ولی میتونی اوج فجیح بودن رو توش ببینی. من اینا رو تو کانال تلگرام میذارم، میتونید برید اونجا عکس‌ها رو ببینید. ولی خب براندز رو میبنده کاملا و از وسط دوتاش میکنه و بعد تکه تکش میکنه و بعد هم در کنار جعبه های پیتزاش توی پلاستیکشون میکنه و میذاره توی فریزش. ما میدونیم که تا 10 ماه آینده اون براندز رو شروع کرد به خوردن. خودش میگه که خیلی لذت بردم تکه اولو که خوردم، از گوشت خوک لذیذتر بود. اون هر روز مقداری از گوشت براندز رو همراه با سیب زمینی و جوانه گیاه درست میگرد، سر میز مادرش مینشست، بهترین قاشق چنگال ها و بشقاب مادرش رو در میآورد و با شراب آفریقایی براندز رو میخورد و خوشحال بود. ولی کم کم داشت میرسید به زمانی که دیگه گوشتاش داشت تموم میشد و استرس تمام وجودش رو گرفته بود از اینکه داره گوشتاش تموم میشه، شاید قربانی دیگه پیدا بشه یا نشه. و اومد دوباره آگاهی کرد که بله، من یه نفر لازم دارم که بیاد که من بکشمش و بخورمش. گفته شده که با 5 نفر ملاقات کرده ولی همه اونا فقط کنجکاو بودن. وقتی که دیدن که آرمین واقعا میخواد اونها رو بخوره پشیمون شدن و رفتن. الان در میادن. حتی انقدر آرمین پیگیر بوده که یکی از این آدم ها توی لندن بوده، از آلمان پا میشه میره لندن که اون آدم رو ملاقات کنه. و بعد از این که میبینه که نه کسی پیدا نمیشه، شروع میکنه به صحبت کردن در مورد کاری که کرده و مثلا میگفته که آره من خوشم، دقیقاً خیلی نکته بازاریابی میکرده. و اتفاقا یه پسر 23 ساله که دانشجوی پزشکی هم بوده آگهی آرمین رو میبینه، میره داخل و باهاش چت میکنه، داخل چت رو میشه، باهاش شروع میکنه به چت کردن. میبینه نه، یارو واقعا خورده. مثلا ببین، ماها شاید اطلاعات پزشکی نداشته باشیم ولی اون چون دانشجوی پزشکی بوده، وقتی که دیده اون یه سری اطلاعات داره در مورد اندامهای میده که نمیدونه، شک کرده. اتریشی بوده پسر، نمیدونم گفتم یا نه، ولی اتریشی بوده. میره و پلیس اطلاع میده و میگه که یه نفری اینجوری توی آلمان هست که به من همچین حرفی زده، پیگیریش کنه.
پیگیریش کنی. یه نکته جالب برای من اینه که این آقا توی اتریش بوده، این پسر 23 ساله اون توی آلمان بوده، اینا به پلیس اتریش گفته، پلیس اتریش به پلیس آلمان گفته، دیگه با هم دیگه چی هم دیگه در ارتباط و واقعا چک کردن. تو فکر کن خیلی جالبه، یعنی مثلا اگه هر جای دیگه شاید اتفاق بعض جا اتفاق بیفته مثلا ایران، مثلا آره مثلا ایران مثلا بگه با داره مسخره بازی در میاره سر کارمون گذاشته. و خب پلیس 2 ماه طول میکشه که بتونه محل زندگی آرمین رو پیدا کنه و در آخر میتونن پیدا کنن. وقتی وارد خونش میشن، خونه خیلی درهم و برهمی داشته. خونش جالبه، من تو پیجای آلمانی تونستم که تور خونش رو پیدا کنم. چیز جالبی داره اگه بخوای نگاه کنی، چون به نظر واقعا خونه ارواح مخصوصا بعد از مرگ مادرش. من این ویدیو رو هم میذارم تو کانال تلگرام برای کسایی که دوست دارن خونش رو ببینن که داخلش چه شکلی بوده. پلیس میره خونه رو میگرده و میبینه که یه نشونه هایی وجود داره. واقعا اولین جایی که میرن سراغش من سراغ فریزر و دقیقاً بعد نگاه میکنم اینم بله گوشت داخلشه. آرمین اول ادعا میکنه که اینها گوشت خوک وحشیه، گوشت آدم نیست. ولی وقتی پلاستیک ها باز میشه، دوربین فیلم برداری پیدا میشه و اینها رو چک میکنن، میبینن نه گوشت آدمه. و آرمین قتلش رو قبول میکنه، میگه بله براندز با میل خودش اومده و با میل خودش توی دوربین هست، کشته شده و بعد هم من خوردمش و من خیلی خوشحالم، من 20 کیلو از گوشتش رو خوردم و بیشتر ویژگی های براندز رو به دست آوردم، حتی میتونم مثل براندز خوب انگلیسی حرف بزنم. 7 ماه طول کشید تا پرونده علیه آرمین تشکیل بشه و خب این پرونده رو فرستادن دادگاه، چون خود آرمین هم اعتراف کرده بود و گفته بود من کشتم. به علاوه این که فیلم کشته شدن هم بود، ایمیل ها بود، هر چیزی که مربوط شواهد همه چی موجود بود. آره هر چیزی که مربوط به این دو تا باشه بود و دیگه خب پلیس میتونه پرونده رو فرستاد به دادگاه. بعد از اینکه فرستادن به دادگاه، وکلای آرمین گفتن که آرمین کار اشتباهی انجام نداده، برانز خودش میخواسته بمیره، خودش به آرمین اصرار کرده که منو بکش و راحت کن و درسته کار غیرقانونی انجام داده ولی ما نمیتونیم به قتل محکومش کنیم. بعد خود آرمین هم گفت که هر کسی میتونه برای بدنش تصمیم بگیره، هر کسی اختیار خودش رو داره و برانز هم همین کار رو کرده، این تصمیم رو گرفته، منم بهش احترام گذاشتم. و خب اون چیزی که دادگاه میگفت، میگفتن که حدود 8000 تا 10000 نفر توی آلمان وجود دارن که علاقه زیادی به آدم خوری یا اینکه توسط کسی خورده بشن دارن و میگفتن که این رقم خیلی زیاده، ولی آرمین کسی بوده که تفکراتش رو، فانتزیهاش رو تبدیل به واقعیت کرده و این ترسناک بود. حتی روانپزشکا هم اومدن بررسیش کردن و گفتن که آرمین کاملا سالمه، درسته که آشفته است، ذهنش آشفته است، ولی کاملا سالم و میشه محاکمش کرد و خب اومدن محاکمش کردن. در اون دادگاه آرمین گفت که من از بچگی خیال پردازی میکردم که دوستانم رو بخورم، من بیشتر وقتها عروسک ها رو کبابی میکردم، شیرینه های درست میکردم به شکل آدمیزاد، به شکل اعضای بدن آدمیزاد و میخوردم اونها رو. و دکتران معتقد بودن که آرمین با این علاقه زیادی که داشته به آدم خاری میخواسته که خودش رو شبیه دوستانش کنه، چون اون هیچ وقت پدر یا برادر دوست حسابی نداشته که بتونه مثل اونها بشه و همین دلیل دوست داشته دوستانش رو بخوره تا که شبیه اونها بشه. واسه من جای سوالی که چطور تونسته این همه سال تحمل بکنه، مادرش بوده، سلطه‌گری مادرش باعث شده. اتفاقا خودش هم میگه، میگه تا وقتی که مادرم بود این امیال بود ولی بعد از مرگش دیگه فبران کرد. و در آخر در سال 2004 در کمال ناباوری آرمین به 8.5 سال زندان محکوم شد. شما فکر کنین که یک نفر یک نفر دیگر رو بکشه حتی با رضایت خودش و بعد اون رو بخوره و بعد حکمش بشه 8.5 سال زندان، و به نظر من این دیگه خیلی وحشتناک، یعنی هر کی اصلا میدونی، یعنی هر کسی توانایی اینو داره که بره یه نفر دیگه رو با میل اون نفر بکشه و بخوره و واقعا هرج و مرج پیش میاد. و اصلا وکلای آرمین به این دست انداختن که ما هیچ قانون در مورد آدمخواری نداریم، پس شما نمیتونین آرمین رو محکوم کنین.
بنابراین یه دادگاهی اومد تشکیل شد توی فرانکفورت و گفتن که نه، همچین چیزی نمیشه. درسته که براندز با میل خودش اومده، درسته که براندز با میل خودش آلت تناسلیش رو بریده، ولی مرگش تحت تسلط خودش نبوده. اون 20 تا قرص مسکن مصرف کرده بوده، درد شدیدی داشته، الکل خورده بوده و مرزش جواب نمیداده دیگه. دقیقاً صلاحیت این رو نداشته که برای مرده و زنده خودش تصمیم بگیره و به همین هم دست انداختن و آرمین رو محکوم کردن. 8.5 سال زندان رو به حبس ابد تبدیل کردن تو سال 2006، کاری که ژاپن باید انجام میداد و انجام نداد. دقیقاً من هم چقدر پول داشته که اینجوری راحت ولش کردن به امان خدا. و الان آرمین در حال حاضر توی زندانه. بعضی وقتا احتمالاً سال یک بار در قالب برنامه آزادی از زندان میاد بیرون همراه 2 افسر با ماسک، کلاه و عینک، میتونه بین مردم قدم بزنه، ولی منتها به دلایل امنیتی گفتن که توی شهر خودش نمیتونه این کار رو انجام بده، میبرنش توی ایالتهای مختلف. یعنی به این بهانه ایالت‌های مختلف هم دور میزنه و بر میگرده. و اون مدیر زندان گفته آرمین جز به بهترین زندانیایی که من دارم. و نکته جالبش اینه که آرمین بعد از اینکه وارد زندان شد گیاهخوار شد، توی کتابخونه مشغول به کار شد. مثلا مالای کسی بهش گفته که آرمین گیاهخوار شد، اونم دیگه حرفش گوش کرد. و اصلا آدم فوق‌العاده عجیبه که بعد از اینکه اون آدم رو بخوری و به آرزوت برسی، بعدش بیای بری گیاهخوار بشی. اما یه حرف جالبی که آرمین زد این بود که گفت که آرزوها در حد آرزوان، یعنی فانتزی ها در حد فانتزی ان، تو نمیتونی اونها رو تبدیل به واقعیت کنی. حتی وقتی که تبدیل به واقعیتشون میکنی، به اندازه اون آرزو نمیتونن لذت بخش باشن. و جالبش اینه که هیچ وقت کتابش رو، داستانش رو هم نفروخ به آدم های دیگه. یه چند تا عکس داره این ویدیو که من اینا رو توی کانال تلگرام میذارم، شاید توی اینستاگرام هم بذارم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. فقط آخرش یه پیام اخلاقی بهتون بدم، این داستانهایی که میشنوید رو فقط داستان ببینید، نه چیز بیشتر. این جرم ها اتفاق افتاده، ما نمیتونیم قطعش کنیم و فکر میکنم نباید زندگیمون رو تحت تاثیرش بذاریم و خودمون رو اذیت کنیم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.